بسم الله آیا جزء سوره هست یا نه بسم الله جزء آیات قرآن هست و یا نه به به روشنی باید بگیم حتما و قطعا جزء سوره است و برخی دیگه فرمودن اون اوج معرفت و دقت و تعملی که در قرآن میتوان کرد و به ای از کلام معصومین و آیات قرآن استفاده کردند فرمودند برخی از علما که هر بسم اللهی که در هر سوره هست با توجه به مفاد و موضوعات اون سوره اون بسم الله هم معنا می شود بسم الله رو واقعا غیر معصوم غیر امام زمان صلوات الله علیهم نمیتواند معنا کند ابن عباس هست میگوید در کنار بقی من و مولایم امیر مؤمنان علی علیه السلام از بعد از نماز اشار نشسته بودیم درباره شرح و تفسیر بسم الله با من سخن گفت تا طلوع فجر و تمام نشد و در شرح با بسم الله بود امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند ای ابن عباس تمام قرآن تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه می شود و تمام بسم الله الرحمن الرحیم در با بسم الله خلاصه می شود و با بسم الله همه حقیقت و جوهره قرآن که در آن است در نقطه باع بسم الله است و ای ابن عباس من نقطه با بسم الله هستم اگر قرآن رو میفهمیم میخوانیم بخواهیم بفهمیم بخواهیم معرفت پیدا کنیم به ذرائف و دقائق قرآن باید در پرتو تفسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و ولایت امیر مؤمنان و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ببینیم و الا قرآن من آیه ولایت قرآن منهای معرفت و اعتقاد و ایمان به ولایت امیر مؤمنان و فرزندانشون صلوات الله اجمع اجمعین قرآنی است نه تنها بی ارزش ای کاش بی ارزش بود ای کاش فقط بی ارزش بود نه قرآن منهای ولایت نه تنها ارزشی نداره بلکه متاسفانه باید به زر سقاط بگیم ضد ارزش می شود یعنی چی یعنی این قرآن میشه یزید پرور یعنی میشه شمر پرور قرآنی که ولایت در او نباشه قرآنی که در پرتو ولایت امیر مؤمنان تفسیر نشود تفسیر داعشی از اون برداشت میشه تفسیر وحابی گونه از اون برداشت میشه تفسیر دشمنان اهل بیت و بنی امیه و بنی عباس که به نام اسلام آمدن قرآن رو بر نیزه کردن قرآن رو تفسیر کردن قرآن رو تعویل کردن قرآن رو شر کردن و هر آنچه خواستن سوء استفاده کردن در عین حال که آیه آیه قرآن و حرف حرف قرآن رو میخوانیم در هر آنی باید ولایت امیر مؤمنان را ببینیم در هر آنی باید ولایت امیر مؤمنان رو لحاظ کنیم غیر از این گمراه کننده از قرآن غیر از این قرآن را نمیتوانیم ازش بهره ای ببریم وحی الهی دو رویه دارد یک رویه آن قرآن سامت و نوشته است در روی این کاغذ و روی دیگر وحی الهی قرآن ناطق است که از زبان چارده نور مقدس خارج شده است این بسم الله الرحمن الرحیم و فرموده که جزء سوره است حالا متاسانه در چاپ قرآن که من و شما داریم و, و بعدم چاپ وسیعش از مثل کشور عربستانی شروع شده در تیراژهای های خیلی بالا و حتی قرآن هایی که در سرزمین ها و کشورهای اسلامی و شیعه از دیر زمان سال های خیلی سال همیشه چاپ شده پنجاه سال صد سال قبل حتی قرآن صد سال قبلم کسی اگر چاپ صد سال قبل هم به دستش رسید برداره ببینه شماره گذاری از بسم الله شروع نشده ولی باید و حتماً بسم الله جوی جز آیات قرآنه حالا اینجور که شمارش کردن مثلا آیات و قرآن چقدره؟ 6600 اندی باید 113 113 آیه به اونها اضافه بشه چرا چون سوره توبه بسم الله نداره و نداشتن سوره توبه نداشتن سوره توبه بهترین دلیل است بر این که بهترین دلیل هست بر اینکه بسم الله مورد عنایت خدا بوده که در جزء سوره لحاظ بشه خداوند در سوره توبه بسم الله رو ذکر نکرده به جهت اینکه یک هشدار و تنبهی باشد که ای خوانندگان این سوره بدانید این سوره درباره منافقان و کفار و مشرکان هست و گنهکاران و کسانی که اینها برای خدا شرک قائل شدن و کفر ورزیدن و اینها دور از رحمت الهی هستند. حتی برای بیان ویژگی ها و داستان و قصه اونها کلام با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمیشه درباره عظمت بسم الله الرحمن الرحیم روایات متعدد فراوان از جمله این که این رو عرض کنم گذرا رد بشم پیامبر فرمودن کسی که هر کاری رو میخواد آغاز کند باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کند و اگر کسی کاری را شروع کرد بدون بسم الله اون کار ناتمام موند ابتر موند بدون نتیجه ماند کسی را زرزنش نکند الا خودش لذا هر کاری میخوایم شروع کنیم غذا بخوریم بسم الله الرحمن الرحیم در آداب غذا خوردن قبل از هر لغمه ای که انسان تناول میکند بسم الله الرحمن الرحیم بعد از لغمه الحمدلله رب العالمین لغمه دوم بسم الله الرحمن الرحیم حالا ممکن نیست لا اقل اول غذا و شروع غذا بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنیم یادمون میره در بین غذا هم هر چند بار باز تکرار کنیم اشکال نداره دو سه دقیقه بعدش بعد از هفتش تا و لغمه که تناول کردیم ولی فرمودن اگر اینجور هم بگید بسم الله الرحمن الرحیم من اولهی الى آخره از اول این قضا تا آخرش من این بسم الله رو میگم و در نظر دارم و معتقدم یعنی برکات و خیراتی که از گفتن این بسم الله صادر و ساطع می شود برای همه قضای من تا انتهایش و الحمدلله رب العالمین من اولهی الى آخره و حمد و سپاس برای هر لغمه لغمه ای که این خدای سبحان برای من مهیا کرده و برای من قرار داده و نعمت سلامتی هم به من داده که از این نعمت بتونم بهرمند بشم